أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب ما اون رؤوس بحث انسان شناسی رو مطرح کردیم و بحث قوه ادراک، قوه شوقیه و عمل خارجی هم معلوم شد، معنای اختیار معلوم شد. حالا تو بحث اراده رسیدیم به اینجا. خب شوق من تحریک شد، اراده، تصمیم گرفتم عملی رو انجام بدم. این عمل خارجی حلقه سوم بحث دو نوعه، یعنی در یک تقسیم بندی عمل به دو قسم تقسیم میشه. شما یا حرکت میکنی با قوه شوقیت، اینکه چیزی را یاد بگیری، یعنی به سمت تحصیل علم میخوای چیزی را بدانی، یا به سمت یک عمل حرکت میکنی. پس این بحث اعمال شما یا به سمت تحصیل علمه یا به سمت انجام عمل حالا بدنی. خب عمل بدنی روشنه، هم بیشتر کارهایی که در روز انجام میدیم و اینها. حالا مثلا با عنوان مثال شما میخوای چیزی رو ببینی، مثلا سیستم ادراکیت رو، تو باید فلان چیز رو ببینم، حق باطل حیوانی الهی کاری نداریم، خب ببینیم. خب تصمیم، شوق شدید، عزم، اراده، تصمیم، اینجا باید چیکار کنی؟ اینجا باید بری مثلا صحنه یه کتابی یه چیزیه، چشتو مقابل اونو مقابل چش قرار بدی، بهش نگاه بکنی، پلکاتو باز بکنی، سیستم چشت درست باشه، در موازات اون شی قرار بگیره، پشت به اون در زاویه انحرافی نباشه، و بعد عمل دیدن توسط قوه بینایی. پس در انجام در واقع اعمال ترکیبی از فعل بدنی و فعل نفسانی شما دارید. فعل بدنی باز کردن پلک چشم و سیستم چش اتصال، فعل نفسانی دیدن، دیدن توسط نفسه، با روحت شما میبینی، ترکیب از این دوتاست تو همه در واقع عمده افعالی که داری. اما شق اول که شما میخوای یه مطلبی رو بفهمی، دنبال عمل نیستی، دنبال علم و فهم هستی، اینجا شما توسط تفکر به این میرسی. دیدن تفکر نمیخواد، اون صحنه است، چشتو باز کن، مقابلش قرار بگیر، میبینی. اما اگر بنا شد یه مطلب علمی رو بفهمی، اینجا تفکر میخواد. مثلا شما الان مثلا کلاس تعلیم و تربیت، کلاس تعلیم و تربیت باید قوه فکری تو بیاری وسط تا این مباحث رو دریافت کنی بفهمی. دیدن بله، من میخوام تخته رو ببینم، چشتو باز میکنی روبروی تخته، تخته رو میبینی، منو میخوای ببینی یا هر چیزی. اما وقتی میخوام اصول تعلیم تربیت بفهمم، اینجا تفکر میاد وسط. بدون تفکر شما به اینجا نمیرسی، یعنی به این نتیجه نمیرسی. سیستم ادراکی بهت گفته باید بری فلان مطلب رو بفهمی، این لازمه مثلا طلبی که لازمه تبلیغت، اینا رو باید بری یاد بگیری. این قوه تفکرت اینجا وسطه. به همین دلیل ما اگر قوه تفکرمون ضعیف باشه و ازش زیاد استفاده نکنیم، عمده رفتارها و سبک زندگیمون اینجا قرار میگیره و آروم آروم یواش یواش عادت میکنیم بدون فکر زندگی کنیم. بدون فکر زندگی کردن میشه سبک زندگی حیوانی، چون حیوانات تفکر ندارن دیگه، حیوانات هم همین احساس و تخیله. به ویژه برای نخبگان و خواص، و به ویژه در نخبگان و خواص برای طلاب و روحانیون، یعنی ما هم درجه بندی بکنیم، برای ما اصلا قابل پذیرش نیست که سیستم تفکریمون حتی ضعیف باشه. ما همه چیمون باید مبتنی بر تفکر باشه، قوه فکریه. صرف اینکه یه چیزی رو ببینیم، صرف اینکه یه چیزی رو بشنویم و مبتنی بر او کار رو ببریم جلو، اصلا یعنی روز قیامت قطعا خدا پوست ما رو میکنه. چون ما باید مردم رو یاد بدیم، فقط ما نیست، ما باید به مردم میگیم نباید اینجوری زندگی بکنید، تفکر باید بکنید. حالا شما مثلا نمونه بارزشو تو همین بحث شایعات و فضای مجازی و اینها میبینید. مثلا موقع انتخابات میشه، یه دفعه سر یه شایعه میبینه، یه حرفی میشنوه، تموم. این اینجوریه. آقا فکر کن، خود بررسی کن، کی داره اینو میگه، گوینده کی. همون آیه قرآن اذا جاءکم
فاسقون به نبعین فتبین و با این فاسق بی بی سی چیه؟ به فکر تعطیل بشه فاجعه به بار میاد. فقط با سیستم احساس و خیال دیدم فنا. پس این یه بخش مهمی از سبک زندگی انسانی هستش و اصلا اگر ما میخواییم حیات الهی داشته باشیم، حیات طیبه به تعبیر قرآن داشته باشیم، بدون تفکر معنا نداره. ببینید تو این دور زمانه که از کردم شایعات و فضای مجازی و امثال هم، یا مثلا شما مثلا صحبت های حضرت آقا مثلا مطرح میشه، خب یه صحبتی مطرح میشه یه دفعه مثلا خلاف ذهنیت ماست، یک احساسی رو در ما برمیانگیزاند. حالا این احساس مثبت یا منفی کاری نداریم، مثلا یه حرفی بیانی آقا داره یه دفعه مثلا خلاف تصورات ماست، یه دفعه چرا اینجوری مثلا آقا صحبت کرد چرا چی. خب این آدمه، این اشکال نداره، خب برخلاف او امامه، ما خیلی چیزا رو نمیدونیم. اینی که بعدش میریم فکر بکنیم، ببینیم حالا چرا آقا گفت، فکر ما چیه، جریان چیه، بپرسیم 4 تا سوال، یه حالته، یه حالت اینه که نه این چه کلا حکم صادر میکنیم و 4 نل میتازیم. این خیلی دو تا حالت کام، دو تا خروجی، و ما اینو داریم میبینیم متاسفانه. آقا بذار فکر کن، کلام امامه، هر چی مثلا ظاهر قضیه رو شنیدیم یه دفعه یه احساسی در ما ایجاد کرد که اینجوری نیست، ابعادش اینور اونور فرق نمیکنه. تو بحثای دیگه، حالا این بحث واضحه چون خیلی تاثیرگذاره مثال زدم، تو یه موارد دیگه هم همینجوری، سخنران یا اندیشمند یه چیزی باید متفکرانه برخورد کردن با حوادث، با پدیده ها، این سبک زندگی انسانی و الهی به وجود میاد. والله طبق موج به اصطلاح، طبق جو، بذار تمام، جو چیه؟ خب ما هم طبق جو، خب چی دیگه، هر چه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. حالا عوام تو جو بیافتن چیزی، حالا ما مثلا ما طلبه ها، روحانیون، حالا ببینید تو سلسله مراتب روحانیون، بزرگان، چهره های تاثیرگذار، اونا هم تابع جو باشن. حرفی که آقا به مجلسیا زد، آقا تابع جو نباشید، ببین تکلیفتون چیه، خود مجلس هم تابع جو باشه بدبخت شدیم دیگه، اینا باید دارن قانون گذاری میکنن، اینا نباید تابع جو باشن، باید بدونن فارغ از جو. خب این تابع جو بودن و نبودن، خب چه جوری الان سوال شما میکنید؟ من نمیخوام تابع جو باشم، این چیه، قرص داره، آمپول داره، چجوری؟ حتی من به اعتقاد من اگر دست من بود همه این نماینده مجلس رو میوردم یه دور علم النفس بهشون میگفتم که بفهمن، چون من میدونم حداقل بخش مهمی از اینا نمیدونن. دوست داره میگه بله نباید من تابع جو باشم، خب چجوری؟ بدون قوت یافتن سیستم تفکر نمیتونید شما تابع جو نباشید. شعاره چی تابع جو نیست؟ کسی که قوه تفکرش قویه، قویه، قوه موج که میاد، اون سونامی به اصطلاح که میاد، قوه تفکر، قوه سویسا، این چیه، اون چیه. حالا البته چیزای دیگه هم میخواد، مثلا بحث اخلاقی و تهذیب نفس هم میخواد، این به قول معروف همه بحث نیست، شرط لازمه، شرط کافی نیست. حالا بحث اخلاقی شو حالا جلوتر میگیم، توی بحث تهذیب نفس داریم. ولی اگر کسی سیستم تفکرش ضعیف باشد، حتی به لحاظ اخلاقی اهل تهذیب نفس باشد، در برابر جو نمیتونه مقاومت بکنه. الان داریم این بحث رو میگیم، انقدر تفکر مهمه، برجام اومده، آدم خوبی هم هست، جو میاد و اینم از برجام حمایت میکنه. آقا وایس تو، خب این برجام چیه، متنشو ببین چیه، این آمریکاست بابا، آمریکا، آقا چجوری اینا، جو دیگه، آدم خوبی هم هست، منافق نیست، معاند نیست، غرض و مرض نداره، اون سیستم تفکر و تحلیل و اینها در واقع ضعیفه. خب اینا مستقیم با قوه ناطقه است دیگه، این دقیقاً این بحث، این شما اینجا عمدتاً قوای احساس و خیالتون، اینجا دقیقاً محدوده قوه ناطقه است. و خب برمیگردیم به همون بحثی که توضیح دادیم که خب ویژگی انسان همینه. به همین دلیل ما در سیستم تعلیم و تربیت، جنبندی میخوام بکنم، محور تقویت قوه تفکر در متربی باید باشه. یعنی شما اگر تونست قوه تفکر و متربی رو افزایش بدی، او صاحب تفکر بار بیاری، این میتونه یک مؤمن تراز بشه، این میتونه یک انقلابی تراز بشه. اگر سیستم تفکر رو روش ندی، هر چیز دیگه در او ایجاد کنی، اخلاقش خوب باشه، چون آخر این به کار نخواهد اومد، نمیتونه. این قوه تفکر، اینجا ما جنبندی که به دست میاریم، حالا من جلوتر خواهم گفت، حتی برای تهذیب نفس هم بدون تفکر، شما یه لایه‌های تهذیب نفس دیگه، روتین هممون میدونیم، یه لایه‌های عمیق‌تری تهذیب نفس داره، به ویژه تهذیب نفس سیاسی و اجتماعی. ما عمده تهذیب نفس رو فردی فهمیدیم، ولی یه بخش مهمی از تهذیب نفس سیاسی اجتماعیه.
بدون تفکر تو اصلا نمیفهمی این به لحاظ سیاسی حرامه، مشکل داره که حالا بری تعظیم نفسشو بکنی. یعنی اگر میدونستی انجام میدادی، چون سیستم تفکر ضعیفه. یعنی حتی خواهیم گفت بدون تفکر شما تعظیم نفست هم ناقص و سطحی خواهد بود، هیچ وقت یک تعظیم نفس عمیق در همه ابعاد نخواهی داشت. فلذا این جنبندی قسمت انسانشناسیمون اینه که ما سیستم تفکر در تعلیم و تربیت حرف اول آخر رو میزنه. تونستید سیستم تفکر رو رشد بدید، طرف رو صاحب تفکر بار بیارید، شما موفق بودید. شما اگر طلبه رو سیستم حوزه طلبه رو متفکر بار آورد، ما موفق شدیم، این درسته. دانشجومون متفکر بار اومد، این درسته. بچه‌مون متفکر بار اومد، ما موفق بودیم. نه، باختیم و او نمیتونه در نهایت از دامهایی که جلوی راهش هست بیفته. واسه که تو زمانه ما که دیگه ابزار شیاطین خیلی بالاست تو این مسئله. این هم بحث اراده. یه نکته دیگه تو بحث ناطقه بگیم. شما برای تفکر، همین بحث تفکر رو ادامه بدیم، یه سرمایه اولیه میخوای. میخوام تفکر کنم، از صفر داریم بحث میکنیم. سن تکلیف، گفتیم سن تکلیف ناطقه به اون بلوغ اولیهش میرسه، به فعلیت اولیهش میرسه. تفکر سرمایه میخواد، سرمایه فکری میخواد. خب حالا دوستان قاعدتا منطق خوندن دیگه، بله؟ تو بحث منطق خوندید، کاملا با بحث آشنا هستید. خب تفکر چیه؟ تفکر یعنی که شما تجزیه و تحلیل بکنید طبق گزاره ها، این اینجوری شد، اون اونجوری شد، اون قسمتش چی میشه، مقدمات رو بچینی، نتیجه بگیری. اصل تفکر این تفکر دوتا خب رکن داره. یکی ماده تفکره که اصطلاح میشه گزاره هایی که شما استفاده میکنی. یکی شیوه تفکره. دوتا رکن داره. ماده اون گزاره ها، چنین است، چنین نیست، این گونه گفتن، این گونه نگفتن، اینا میشه مواد تفکر، گزاره هایی که تو ذهن شما میاد. حالا شما چینش این گزاره ها چجوری بچینم نتیجه بگیرم، نتیجه درست بگیرم، بفهمم چی درسته چی غلط، اینا سرمش میگن شیوه تفکر. خب این یه سرمایه اولیه شما لازم داری. مثلا طرف خود تجارت کنه، یه حداقل پولی لازمه دیگه، صفر تجارت معنا نداره که. این سرمایه اولیه رو به شما میدن و اون چیه؟ همونی که تو بحث منطق خوندیم، گزاره های بدیهی، مواد گزاره های بدیهی. مثلا اجتماع نقیض محال است، دو تا چهار تا میشه، مثلا این کل از جز بزرگتر است. یه 7-8-10 تا گزاره داریم، اینا بدیهی هست. به محض اینکه قوه ناطقه در ذهن انسان شکل بگیره، ذهن میفهمه، تصور، تصدیق، استدلالم نمیخواد، همون که تو منطق میخونن. اینا سرمایه های اولیه شما برای تفکرن. من اجتماع نقیزین رو برای شما برای، چون ام القضایاست دیگه، یعنی ریشه همه بدیهیات و علوم و بشر اجتماع نقیزین محال است. این اصل. خب وقتی اجتماع نقیزین محال شما اینو بفهمی، درست تصور کنی، اون موقع وقتی یه فکری به شما عرضه میشه که تناقض داره، درسته؟ چون یه طرف غلطه، این نمیشه، تو داری متناقض صحبت میکنی، این حرفت با این حرفت تناقض داره، پس این غلطه، یه جای کار گیره. یاد میگیری تفکر رو، بعد از همین گزارهات افزایش پیدا میکنن. این اول مثلا در ابتدای قوه ناطقه 7-8 گزار است، بعد تحلیل میکنی، گزاره جدید به دست میری، با کمک اونا گزاره تولید علم اینه دیگه. همینجور شما عمرت هرچی میره بیشتر دایره معلوماتت افزایش پیدا میکنه. البته شیوه رو باید یاد بگیری، که فلاز علم منطق دو قسمت، این علم منطق متکفل اینه، یعنی اون علمی که به شما یاد میده این رو علم منطقه، برای اینکه رات بندازه در ادامه خودت باید بری علوم دیگه کمکت میکنه، ولی برای اینکه رات بندازه اون بحث شکل اول و شکل دوم که تو منطق خوندید، شکل مال همین شیوه است که حالا چجوری بچینم که نتیجه درست بگیرم، شیوه اینو یادت میده. حالا یاد گرفتی، با این سرمایه برو جلو. خب اگر ما این رو بیاریم تو سبک زندگیمون، تو بحث تفکرمون، خیلی خوب میریم جلو. اما عمدتاً حتی متاسفانه، حتی خب حالا بحث شیوه آموزش اینا اشکال بهش وارده تا حدی، ما هم که منطق میخونیم تو حوزه، این منطق تو زندگی ما کاربرد نداره.
ازش استفاده نمی کنیم، می خونیم پاس می کنیم. بله؟ تعجب کرد. تعجب؟ شما اجرا می کنید، از این تعجب کردید، خب بله، تق دارید. عمدتا اینجوریه، کسی اجرا نمی کنه. حالا فرصت نیست. من برای شما مکرر میتونم مثال‌های سیاسی اجتماعی بزنم پر از تناقض. تو جبهه انقلاب نه اصلاح طلبا رو ول کنید. ببینید یه نکته مهم وجود داره. مکتب حق تناقض نداره. مکاتب باطل حتما تناقض دارن. حالا یکی دو تا 10 تا 20 تا. اصلا ما وقتی می‌خوایم مکاتب رو نقد و بررسی کنیم تناقضا رو فقط در میاریم. فرض بررسی همین. آقا این با این تو این مکتبت این با این تناقض داره. پس تو باطلی. مکتبت گیر داره. همینه. تناقض تو هر فکری بیاد اون فکر یه ضرب در می‌خوره. حالا انقدر میگم ما الان خوب داریم کارگاهی رو سریع میگیم تو بحث مبسوط باید اینها من برای شما مثال میارم تناقض واضح تو جبهه انقلاب یه نفر داره تناقض میگه خودشم نمیفهم ها یعنی نکته اینه که عالمن آمدن چون منطق نیومده فقط پاس کرده حالا ما خونی بعضی اصلا نمیخونن خب منطق مثلا کلا تو دبیرستانم یه علوم انسانی میخونم معمولاً بچهای دبیرستانی ببینیم این منطق چی بود سقراط افلاطون فلان حد همین هیچی یعنی منطق اصلا زیربنای قدرت فکره قدرت فکرم ویژگی انحصاری انسانه که اصلا با تفکر شما به زندگی الهی میرسی همه باید یه حدی بلد باشن بعد ما خود طلبش هم از این نمیتونه تو زندگی استفاده بکنه ما منطق چه در فهم میکنم منطق باید مثلا برای رشته فلسفه اون که فلسفه میخواد به درد میخوره نه بابا بله هرچه شما تو علم بالاتر بری بیشتر از منطق استفاده میکنی اما شما کف خیابونه میخوای کار کنی باید تناقض نداشته باش عوام که فاجعه است من اصلا وارد بحث عوام نمیشم او عوام انتظاری نیست خواصن نخبگانن لیدر فکرین لیدر فرهنگین تناقض مثلا میگم ما ولایت فقیه رو حجت خدا میدونیم میگم عزیز من الان واقعا حجت خدا میدونی نمیدونی بله بر منکرش لعنت حکمش بعد در تناقض با حرف آقا عمل میکنه تناقض بیان و واضح خب چه جوریه بالاخره خب تقریبا یعنی واری که منافقه منافقمو میدونه به دروغ میگه اون حرفی نیست نه مؤمنه نفاق نداره در تناقض واضح خب این تناقضات ما زیاد داریم یا مثلا شما فرض کنید آقا مثلا طرف خب منبری مشهور مطرح مثلا تو انتخابات میرسه میگه که آقا به حداقل ها راضی باشی حالا مطلوبم نشد این بهتره ولی هر کی رأی آورد دیگه هر کی رأی آورد بذاریم بره مجلس ولی حالا خیلی هم مطلوب نباشه این موقع انتخابات بعد انتخابات منبر میره شهادت امام صادق علیه السلام میگه که ببینید امام صادق میدونی چرا حکومت تشکیل نداد چون یارانش تراز نبودن برای سیاسی برای سیاست تقوای حد اعلا لازمه فهم حد اعلا لازمه تقواهای عادی برای سیاست به درد نمیخوره پس ای مردم اگر میخواید اوضاع کشور درست بشه باید بهترین ها تقوای ایدئال در سیاست توقع داشته باشید از مسئولی به به احسن سه ماه فاصله شده خدا خیرت بده خود تو انتخابات به حد اقل رضایت میدی همین مردم بیچاره رو میگه بعد انتخاب با تقوای عادی کار درست نمیشه خب یه مش آدم نصفی نیمه بفرستیم مثلا تو مجلس بعد چجوری تقوای حد اعلی ازش انتظار داشته باشیم تناقض یا نه خب تو که این حرفو میزنی تو علل قاده تو انتخابات بیشتر باید یقه پاره کنی که آقا آدمای بهترین هر چی بهتر داری بفرست خیلی حساسه باید اینجوری تو انتخاب لازمش اینه دیگه این تناقضه خودش متوجه نیست آدم خوبی هم هست ببین آقا این تناقض واضحه دیگه چی تو بدبخت میشیم همین شما از یه آدم نصف نه چجور توقع حد اعلا میخوای انتظار داشته باشی چجوری نمیشه میگه اون مرو نمی گنجه هر زور بزن هی حالا بریم مطالبه بکنیم خب بابا طرف کشش نداره این انسانه مثلا ربات نیست پیچش رو عوض بکنی نمیدونم کامپیوتر یه برنامه بهش بدی و فرداش مثلا درست بشه انسان تحلیلش مثلا شما حالا مجلس فعلی که بعد ببینیمش فعلا اول کار قضاوت نمیکنیم مجلس قبلی که دیدیم به اسم همین برند اصولگرایی و اینها یعنی واقعا طرف اصلا به لحاظ تحلیلی کل عوام بل هم ازل قدرت فکر شده مجلس
بعد ما دیدیم 20 دقیقه برجام به اسم بیت آقا و نظر آقا چجور رفت تو پاچه ما، نمایندهی که نمیتونی رو تحلیل بکنه. آقا تو جمع خبرگان میگه من تو برجام دخالت نمیکنم، نفیان و اثباتن هیچی نمیگم. بعد آقایون بلند میشن تو مجلس میگن نظر آقا برجامه، تبرد میدم 20 دقیقه. خواهی فکر بابا با آقا خود نیست، آقا دروغ گفته، داره دروغ میگه، امام المسلمین داره میگه من دخالت نمی کنم. نه این بله مثلا علی لاریجانی گفته. عجب، تو نه علی لاریجانی میشناسی. آقا آقا زیر سوال، بس اگه آقا گفته و داره جلوی چشم مردم آقا دروغ گفته، ما تو ولایت فقیه میگیم یه گناه مرتکب بشه از ولایت ساقطه، اون دیگه امام نیست. این تناقض رو چجوری داری حل میکنی تو؟ همینجوری برجام رفت تو پاچمون. همین چیزای ساده ای که الان داریم میگیم، 7 سال داریم بابت برجام این مصیبت الان محصول همینه. یعنی همین بس بابا دو تا تناقض ساده این مصیبته. بعد همینجوری به اسم جبهه انقلاب کاندیدا معرفی میکنیم و حالا گیر نده و اینم خوبه و اینم نتیجهش. بارا هم از این سوراخ گزیده شدیم. ریشه کجاست؟ ریشه برمیگرده اینجا. اجتماع نقیزه آقا، به اجتماع نقیزه این تناقض، قوه تفکر، مجلس به ویژه متفکر، آدم متفکری باید بشه بفهمه. حالا بله آدم اشتباه میکنه، ما معصوم نیستیم، بحث این نیست. چیکار دارید میکنید با انقلاب؟ خودمون، این دیگه خودمونیم. ما این که دغدغه انقلاب داریم، گیر دادیم به لیبرال ها و فلان. اون آمریکا پرسته، ولش کن بابا، اون داره کارشو میکنه. خودمون رو دریابیم. گیر اصلی اینجاست و این فهمیده. بگذاریم حالا دیگه خیلی تو حاشیه نریم. بنابراین شما یه سری گزارهای بدیهی دارید، شیوه تفکر که علم منطق متکفله و با این سرمایه باید زندگیت رو بچینی. فقط همین یه جمله تو ذهنتون باشه، آقا تن به تناقض ندید. شما حضرت عباس تو زندگی همین یه دونه به تناقض تن ندید، بررسی کنید، همین یه فکر کن تناقض دیدی توقف کن، یه استوب بزن، اینجور در نمیاد. یعنی یه ذره بعضی از این تناقض ها با یه ذره فکر روشن میشه، یه خورده ابعاد و اینا رو بچینی کنار، یه جور تناقض دیدی در روال تناقضی نیست. خیلی خوب، ولی تناقضا اونم تناقضات واضح رو توقع میره که از طلبه، حالا عوامی چی، ما که طلبه ای، مردم به ما نگاه میکنن، از ما نظر میخوان، من باید یه ذره بریزم چرت که بندازم این خشن بررسی اطراف، تناقض دیدی توقف کنی، یه بررسی بکنی، همینجوری در واقع اقدام نکنی. خب این هم بحث سرمایه اولی برای تفکر. و اما جنبندی نهاییمون که از اینجا میخواییم قسمت اول رو بفهمیم، تعلیم و تربیت چیست و هدفش چیه. الان این جنبندی میرسیم به پاسخ اول و انشاءالله جلسه بعد از ظهر میریم سراغ اصول تعلیم و تربیت. یک انسان در واقع سعادتمند چجور انسانیه؟ یک انسان اهل شقاوت و بدبخت چه جور انسانیه؟ خب همه انسان ها فطرتاً دنبال سعادت هم. این خیلی روشن، همه دنبال خوشبختی، ترجمه فارسیش میشه خوشبختی. اولین نکته، خوشبختی و سعادت حقیقی انسان چیست؟ یکی پول خوشبختی میدونه، یکی مقام خوشبختی میدونه، یکی نمیدونم هر چیز. خب کدوم درست دارن میگن؟ در این که همه دنبال سعادتن اختلافی نیست. شما اون پول پرست هم دنبال سعادته، آمریکا هم دنبال سعادته، اسرائیل هم دنبال سعادته، همه اینجوری هم. اما سعادت چیست؟ این تابع علم النفسه. حالا طبق علم النفس ما به این سوال میخوایم جواب بدیم. اول بگو سعادت چیست؟ سعادت انسان، اون موقع معلوم میشه. خب سعادت انسان اینی که قوه ناطقش که توضیح دادیم با قوه ناطقش به ملکوت و همجنس ملکوتیان بشه، غیب، عالم غیب، خدا عالم غیبه، اینا عوالم غیبه. لقاء الله، اگر شما میخوای موفق به لقاء خدا بشی باید همسنخ بشی. ماده به لقاء الله نمیتونه برسه، ماده با غیب سنخیتی نداره. شما با قوه ناطقه، که قوه ناطقه قوه شریف شماست، با قوه ناطقه شما از حیوانات جدا شدی، سعادتت رو در قوه ناطقه باید جستجو بکنی. اگر کسی تو مرحله حیوانی
چه احساس چه تخیل برات سعادت تعریف کرد، تو رو داره بدبخت میکنه. تو حیوان اسمش میشه دیگه، مرتبه حیوانی هم با حیوان، در حالی که من مرتبه ناطقه دارم. پس این به دست میاد سعادت ما در مرتبه ناطقه است. مرتبه ناطقه هم ویژگیش تفکره، توضیح دادیم دیگه، تفکرم گفتیم، اون اصلی هم که گفتم تفکر در تعلیم و تربیت اصله، رحمی سعادت ما اینجاست. ابزار اینجا چیه؟ تفکره. بله آقا مرتبه حیوانی به درد نمیخوره، چرا؟ ما با این قضا میخواییم، چی میخواییم؟ اینا باید در خدمت قوه ناطقه باشن، اینا خدمتگزار قوه ناطقه باید باشن، نه اینکه اینها حاکمه بر انسان و قوه ناطقه تعطیل و حق انسان. پس اینا میشن خدمتگزار، ما باید غذا بخورم، باید کشور رو بسازیم، انرژی هسته‌ای میخوایم، اینا تخیل لازم داره، احساس لازم داره، اینا همه سر جاش درسته، اما در خدمت ناطقه. ناطقه بهت میگه چی درسته چی غلطه، حق و باطل رو ناطقه به تو میگه، حالا این ابزار رو به کار بگیر، ابزار لازم به زندگی هم. خب قوه ناطقه اگر رشد کرد، شما بعد از مرگ این سنخیت و قابلیت رو پیدا میکنید که با در واقع ملکوت و انوار ملکوتی که حالا ما خیلی سر در نمیاریم چیان، الفاظی میدونیم، بعضیا در دنیا میچشن اولیای خاص خدا، مؤمنین هم غالبا بعد از مرگ میفهمن، حالا اون مقداری که بالاخره انبیا و روایات و قرآن به ما گفته، اینکه همسنخ اهل بیت میخوایم بشیم، همین که عرف عام میخوایم با اهل بیت هم نشین بشیم، بعد خب شباهت داشته باشی. خب اهل بیت بر اساس سیستم ناطقه شون زندگی میکردن، نه سیستم حیوانی. خب نمیشه بنده سبک زندگیم حیوانی باشه، حالا با یه روزه خب صرفی و مثلا یه لباس مشکی و اینها توقع داشتم برم کنار اهل بیت، مسخره کردن کل سیستم خلقت و این همه احکام و آیات و اینا هستش. همسنخ شدن اینه حیات طیبه، حیات طیبه در دنیا اینکه عقل حاکم باشه. اینجوری بود شما بعد از مرگ سنخیت داری با انوار الهی، در جوار انوار الهی زندگی بکنی. این میشه بحث سوال. شقاوت هم معلوم شد، اینکه سیستم حیوانی غلبه داشته باشه بر اساس سیستم حیوانی. خب میرسیم به پس جنبندی و پاسخ سوال اول. انسان سعادتمند، یعنی هدف تعلیم تربیت رو دارم میگم، ما میخوایم به عنوان یک طلبه اول خودمون به تعلیم و تربیت برسیم، بو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجار، بعدم انشاءالله اگر خدا توفیق بده دست کسی رو بگیریم جایی انجام بدیم. اولین مسئله در واقع اینه که قوه مفکره شما با ناطقه سعادت حقیقی رو تشخیص بدی. قدم اول اینه، چون گفتیم زیربنا اینه که کسی سعادت و پول تشخیص داد فلان دیگه رفت دیگه، بدبخت شد دیگه. اول این که سعادت واقعی چیه، کلامش که میشه همون بهشت الهی و که عالم غیب و یؤمنون بالغیب و امثالهم. اول این. دو، وقتی سیستم ادراک تشخیص داد سعادت حقیقی رو، قوه شوقیت تحریک بشه. فرمولی که نوشتیم یعنی چی؟ خوب دقت کنید، خیلی از ماها فهمیدیم بهشت و جهنمی هست، حتی اثبات کردیم، مثلا بنده استادم خداشناسی اثبات میکنم دو تا چهار تا حل، ولی قوه شوقیه ضعیف تحریک میشه، به اون شدت اراده و مرحله اراده نمیرسه. چرا؟ چون شوق به غرایز خیلی شدیده، تضاد داره دیگه. همون مثال دیابت ساده شو زدم، همونی که در روان میگن حب دنیا، دیگه همون بحثای روای پر دیگه نهج البلاغه، میدونم بهش اینا، شوق ضعیف. این شوقی که از ناطقه است بر شوق حیوانی نمیتونه غلبه کنه. خب شوق حیوانی کارو میبره جلو. پس یک، سیستم ادراکی درست تشخیص بده. دو، شوقیت، شوقی انسانی، حب و بغض انسانی طبق او فعال بشه تا مرحله عزم، شوق شدید باید برسه به اینجا، ولی فایده ای نداره. آقا استادی شما، استاد عقایدی، به این نرسه هیچ ارزشی نداره، لا یزید الله خسار. این مرحله دوم. اگر رسید به شوق شدید و اراده، این مرحله دوم. حالا که اراده انجام داد، میره سراغ عمل. یه سری اعمال فکریه، باید بری چیزا رو یاد بگیری. سادهش میشه همین یادگیری احکام رساله که ما میگیم. آقا تو مؤمن خوبه به رساله یاد بگیری. برای ما که طلبه این بیشتر عمیق‌تر، باید آیات، روایات، اینا رو بلد بگیریم. می‌خوایم به مردم اسلام و سبک زندگی یاد بدیم. یه سری کلام، کارام، اعمال بدنیه. یعنی اینها لوازم تحصیل سعادته. گفتیم شوقی محرکه به سعادت. خیلی خب، من خدا میخوام، بهشت میخوام، اراده هم دارم، عزم دارم به سمت بهشت حرکت کنم.
خب چیکار باید بکنم؟ یه چیزی رو باید برم یاد بگیرم، یه کارایی باید انجام بدم، اینا رو انجام میده و اگر تو عمل تثبیت شد این آدم سعادتمنده، این میشه همونی که حیات طیبه و اینها. ایدئال، ایدئال تعلیم تربیت اینه. نقطه مقابل میشه زد، اصلا سعادت رو درست نفهمیده، اچ تمومه. فهمیده شوقیه به شدید نمیرسه، شوقیه حیوانی غلبه داره، اچ اینم تمام. شدید شده اراده، تک و توک یه وقتایی، هر از گاهی، نفاده هر از گاهی، سبک زندگی، حیات سبک زندگی میدونید به رفتارهای نهادینه شده میگن، نه رفتارهای موردی و گاه گاهی. حالا یه وقتهایی مثلا بالاخره جب میگیری یه انفاقی میکنیم، این نیست. مؤمن انفاق سبک زندگیشه و فی اموالهم حق معلوم لسال و المحروم، دائمیه، اون انسان رو به حیات طیبه میرسونه. پس شوقیه هست، گهگاهی، حالا شب قدری، محرمی، یه دفعه اراده میکنه، اما عمده اراده هاش اینجوری نیست. باز این اون سعادت حقیقی رو عمل هم باید تثبیت بشه. او که اینجوری نیست، نفهمیده یا شوقیه نداره یا عملش تثبیت شده نیست، در مسیر شقاوته و نقطه در واقع مقابل قرار میگیره. خب این اجمال بحثمون در انسانشناسی مختصر و مفید. اگر تا اینجا دوستان نکته‌ای، سوالی، هر بحثی دارن، هر جوری جایی بیشتر لازم باشه توضیح بدم، چیزی اگر دارید بفرمایید قبل از که وارد بحث اصول تعلیم و تربیت بشیم. پس جمع‌بندی اینه، تعلیم و تربیت هدفش مشخص شد، ما دنبال این هستیم که سیستم ادراکی ناطقه محوریت داشته باشه، تفکر و سعادت رو درست بشناسیم، سیستم شوقی تابع ناطقه باشد نه تابع حیوانی، خروجی سیستم شوقی هم دائمی باشد نه گاه گاهی. این هدف تعلیم و تربیت اسلامی است. تعلیم و تربیت الهی دنبال اینه. ما به عنوان مربیان جامعه باید این کار رو کنیم. واسه کردم زیربنا قوه تفکره، اون محور و اون پایه کار اینه که شما قوه تفکر رو اول باید درست کنید، طرف بیفته تو این مسیر و الا بحث ابتره. تو اون مرحله تعریف میشه. بله، این قوه ناطقه منظور یعنی که بالاخره ما الان بعض حواس که مرحله است دیگه، حواس بعد از حواس تخیل، تخیل و ناطقه. بله، خب این ناطقه هم میتونه در مسیر شقاوت هم خودشون. بله بله درست. بله این نکته مهمیه که پرسیدن. من انواع سبک زندگی رو بگم دیگه به مناسبت سوال شما. سبک زندگی در یک نگاه به چهار نوع سبک زندگی داریم ما، بر حسب همین فرمولایی که اینجا گفتم. دو نوع سبک زندگی حیوانی داریم، یک نوع شیطانی، یک نوع ملکوتی، که اون سه تا شقاوت تنها بهشت. خب چجوری این چهار تا سبک زندگی از کجا در آوردیم؟ خب میدید بحث سبک زندگی هم خب بحث رایج و روزه و همه دارن میگن، و شما سبک زندگی از علم و نفس باید شروع کنید تا بفهمیم چند نوع سبک زندگی داریم. الاخ خب سبک زندگی حیوانی چیه؟ نظرم دوستان دیگه با توجه به مباحث بتونن بگن تعریف سبک زندگی حیوانی چیه؟ تعریف کنی. حس و خیال و غراز حیوانی زندگی میکنه، این میشه سبک زندگی حیوانی. دو نوعش چجوریه؟ این اصله. چجور دو نوع میشه حیوانات؟ از یه نگاه به دو دسته تقسیم میشن. حیواناتی که درندگی در اونها وجود داره، مثل شیر و پلنگ و سگ و اینا، حیواناتی که درندگی نداره مثل گوسفند، تابع شهوت غذا و اینها. بر اساس این دو نوع سبک زندگی حیوانی دو نوع میشه. فرضا شما میبینید یه تعداد از مردم هستن کل گوسفند، علف خوبی، خیلی یه چه آدم خوب سر به زیری هم هست و گاز نمیگیره، مثل یه ببعی خیلی خوب زندگی میکنه. یه دسته یه سری انسان هستن درندن، وحشی هستن، توحش دارن. از این جد دو دسته بودنشون در واقع مرمونی هم منو بازه برای انسان. گوسفند میخوای بشی، گاو میخوای بشی، سگ میخوای بشی، هر چی هست. یعنی
این دو دسته سبک زندگی حیوانیه. درندگی مثل همین جنایتکارا و داعش و امثال اینا میشه، تو قسمت‌های در سبوعیت بهش میگن اصطلاحا. سبوع در عرب یعنی درندگی، سبوعیت. اون دست نه سبوع نیستن، عمده مردمی که تو مسیر الهی نیستن تو این دستن درندگی. و بعضی میگن مثلا بچه خوبه، ببین فقط دنبال نون و آب و سرش هم پایینه. آخه این گوسفنده، آخه ما با خرمش گوسفند باشیم. انسان اینه سر پایین مهربونه و بقیه لبخند میزنه، مثلا گوسفند. خیلی اینا فاجعه است. یعنی تو بعضی از مکاتب دنیا اصلا کل ایدئالشون همینه، یعنی خودش حالش نیست، مکتبیه کلا تهش اینه که تو یه گوسفند خوبی بشی. این به خاطر نداشتن مبانی. خب این دوتا روشنه، دوتا حیوانی. شیطانی و ایمانی چیه؟ ببینید شیطانی و ایمانی موضوعش قوه ناطقه است، یعنی تفکر. اینجوری خدمت شما بگم، انسان یا بر اساس تفکر زندگی میکند یا بدون تفکر. اگر بدون تفکر میشود سبک زندگی حیوانی که دو شاخه دارد، سبوعیت. اون یکی اسمش تو عربی بهیمه بهش میگن، بهائم. بهیمه به چارپایان غیر درنده گفته میشه، علاوه سبو، سبوعه یا بهیمه است. این دوتا سبک زندگی حیوانیه، هر دوتاشون بر اساس غرایز حیوانی و حس و خیاله. یکیشون درندگی نداره، اون درنده است. اما اگر با تفکر زندگی میکند، اهل فکره، حساب و کتاب داره، بررسی میکنه، این خودش باز دو نوع میشه، شیطانی و الهی یا ملکوتی یا ایمانی. خب شیطانیش روشنه، آمریکا، معاویه، اینا صاحب فکرن. بابا میشینه کلی صبح تا شب تفکر چجوری کشور رو بزنیم زمین، انقلاب بزنیم زمین. اینا بر اساس حس و خیال بودی کارا رو میتونستن بکنن؟ هاشا و کلا. فکر میکنه، اونم اندیشکده ها و متخصصین میاره و مفصل. اصلا قاعده اینجوریه، معاویه امر و آس، اینا اهل تفکرن. صاحب او که من شاخصه علم النفسیشو بگم، این مثالا شاخصه علم النفسی، تفکر. اونایی که بر اساس تفکر، یک، فهم درست و مطابق واقع، درست فهمیدی یا نفهمیدی؟ خب ما میخونیم یا گزارت یا مطابق واقع یا خلاف واقع، صدق و کذب. سبک زندگی الهی اول ویژگیش اینه، درست فهمیده واقع رو. اگر کسی اهل تفکر بود واقع رو درست نفهمید، معلومه در مسیر شقاوت. دو، تفکر رو در مسیر صلاح و هدایت و رضای خدا به کار میگیره یا در مسیر شر و فساد و اینها. ممکنه من درست فهمیده باشم واقع رو. آقا معاویه حقانیت حضرت امیر رو میدونست، اینجا بحث این نبود که نفهمیدن، قدیر رو دیده بودن، حقانیت امیرالمومنین براشون حجت تمام شده بود. اما میاد در مسیر باطل استفاده میکنه، اتفاقا اون گزارای حق رو میگیره. من اینو خدمت شما تو پرانتز بگم، ببین دشمنان ما علم النفس قوی بلدن، شیطان علم النفسش قویه، ساختار انسان رو درست میشناسه از کجا ضربه بزنه، ولی این فهم درست رو در مسیر ضربه زدن به کار میگیره. از فهم درست و مطابق واقع در خدمت مصالح انسانی نه مفاسد. این میشه سبک زندگی الهی و ایمانی. هر کدوم از اینا نباشه سبک زندگی شیطانیه. خود ابلیس شیطان معروف اهل تفکره، 6000 سال عبادت خدا کرده، بعدم این همه سال که دنبال گمراهی میشینه فکر میکنه، میگه رگ خواب پیدا میکنه، اینو با این باید ببرم، اون با یه چیزی دیگه باید ببرم، این فکره دیگه. بعد فکراش هم درسته، مثلا میگه این رگ خواب طلبه ها اینه، مثلا رگ خواب دانشجوها اینه، این فکره دیگه، درسته، بس فکر مطابق با واقع. آقا بنده سید احمد هاشمی یه ضعفی دارم، درست میفهمه، ولی او انبیا ضعف ما رو میفهمن، اصلاح و اونایی که تو مسیر انبیا. شیطان درست میفهمه، برای اینکه از همون روز مثل مگس رو زخم تو بشینه، زخم تو چرکین تر بکنه. این فرقشه.
تفاوت. الان آمریکا اینجوری، اما مثلا ما مشکل اقتصادی داریم. خیلی روشنه. آمریکا میاد اینو میفهمه که بیشتر نابود بکنه. ما منافقین داخلی. مؤمن کیه؟ اقتصاد درست میفهمه اشکال رو و میره برطرف بکنه. این میشه پس جواب، رسیدیم به جواب سوال شما. بدترین عذاب مال این سبک زندگی شیطانیه. یعنی همون جوری که اینجا بهشتی که اونایی که با تفکر به دست میارن قابل مقایسه با بهشت عوام نیست، جهنم سبک زندگی شیطانی که متفکرانه است با سبک زندگی حیوانی فرق داره. دقیقا با فکر و دونسته داره انجام میده. فلزا اونهایی که بله میتونه تو مرحله ناطقه است ولی سبک زندگی شیطانیه، اینا بدترین عذاب رو دارن. مشکل اصلی انبیا و اولیا با این دسته هستن. اونایی که سبک زندگی حیوانی هن اسمشون میشه کل انعامن، بالا سرشون انسان مؤمن و توی باشه درست میشن، مقاومت نمی کنن. مقاومتشون خیلی سطحیه. اما اصل مشکل جهان بشریت اینه که اون جبهه استکبار که میگیم ما مستکبرین، مستکبرین صاحب تفکرن، صاحب برنامه ریزی هن. ولی در مسیر شقاوت. پس این نیست که هر کی اهل تفکر شد اهل هدایته. نه، اولا درست میفهمه یا نه، دو فهمو در چه مسیری داری استفاده میکنی. این دوتا تعیین میکنه که شما در مسیر شیطانی هستید یا در مسیر رحمانی. فلذا ما چهار قسم اساسی در سبک زندگی پیدا میکنیم. البته هر قسم ذیلش جزئیاتیست، یعنی شما تقسیم رو میتونید جزئی تر کنید دیگه. اون تخصصی سبک زندگیه. خود حیوانی، بهیمه، باز انواعی میتونیم، چون ما انواع شهوت ها داریم. در رنده باز مراتب داره، شیطانی باز مراتب داره، ایمانی هم مراتب داره، اونجور که مؤمنین هم همه در یه رتبه نیستن. اما در تقسیم اول، تقسیم چهار دسته سبک زندگی هست و تو یکی از اینها. یه نکته دیگه هم تو این چهار دسته سبک زندگی عرض بکنم، لزوما همه تو یکی تثبیت شده و فیکس نیستن به اصطلاح. اینم دقت داشته باشید، میتونه طرف مخلوط باشه. یعنی یه بخشی از زندگی حیوانیه، یه بخشی ایمانیه، یه بخشی شیطانیه. پس اینم تصور نکنیم که بله بعضیا در یکی فیکسن. خلاصه حیوانی همین کلام اینه، یا شیطانیه، یا اما خیلی هم هستن مخلوطن. اینم پس مد نظر باشه، میتونه مخلوط باشه. یعنی در یه جاهایش واقعا حرف خدا براش مهمه، تو یه جاهایی از زندگیش حرف اهل بیت براش مهمه، یه جای دیگه هم از تلگرام و ماهواره و اینا میگیره. فلزا داریم در روایت اونایی که محشور میشن روز قیامت، خب شنیدید مثلا طرف خوک محشور میشه، سگ محشور میشه، میگه بعضی یه جوری محشور میشن شبیهش حیوانی نیستن، به یه حیوانی چون مخلوط شده. همین چیزایی که الان تو فیلم‌های هالیوودی داری روز قیامت واقعیشو خواهیم دید ان شاءالله ما جز اونها نباشیم. چون طرف یه ذره درندگی، یه ذره بهیمه‌ای، یه ذره شیطانی، یه ذره چیه دیگه، این چه حیوانیه دیگه. چون حیوانات هر کی تو سیکل خودش خالصه دیگه اون سیستم، ولی انسان میتونه مخلوط باشه. فهم درست داری؟ یه جا خلاصه این فهم درست رو در جهت منافع پست استفاده میکنی؟ یه جا فهم درست رو در راه هدایت استفاده کنی؟ مثل آقا بارزش تو ما طلبه هاست، ببخشید جسارتن اینو تو ما طلبه. یعنی یه جا خب رفتیم روایت اینا فهمیدیم، یه جا خلاصه از این فهمه برای منفعت دنیایی یا رو دروایسی یا ترس فهم درست رو میذاریم کنار. آقا من بعد اینجا یه حرفی بزنم هزینه داره برام. اوف فراوون آقا دیگه داریم میبینیم. میدونم اینجا باید کارم از دست میره، آبروم تو شهر مثلا از بین میره. بله همین مساله انسانی نوشتم دیگه. فهمه همین طلبه هم یه جایی واقعا طبق فهمش درست عمل میکنه، مخلوطه دیگه. حالا کدوم کف سنگین تره؟ همون که آیات رو باید داره میزنن خلاصه رو کفه ترازو، هر کدوم سنگین تر بشه عاقبتت با همون بسته میشه در نهایت. بله بله همینطوره. بله بهیمه ها و سبعا اینا پیاده نظام و سیاهی لشکر شیاطینه. خب میگم دیگه، نه بهیمه ها طبیعتشون به سمت شیطان بیشتره. بله اگر شما شیاطین رو زدی کنار نذاشتی نفوذ کنن، اینا رو گرفتی، خب باید از بهیمه درشون بیاری. ببین در حالت بهیمه
فقط نکتهش اینه، اگر تحت تربیت ولی خدا باشن به راحتی در میان. بعد اینجاست که مثلا بحث فضای مجازی برای ما مهمه. نفوذی که آقا مطرح میکنه چرا مهمه؟ امروز دیگه مثل سابق نیست، از طریق فضای مجازی شیاطین دارن مدیریت میکنن. اگر سیستم اون مقدار عوامی که حالت بهیم و اینا هستن سمت شیطان قش میکنن. فرض تو باید فضای مجازی رو مدیریت کنی، فضای مجازی ملی باید داشت، اینترنت ملی داشته باشی، و حالا او همینجوری داره فساد، فحشا، نمیدونم همه چی داره میاد. حالا تو بیا اینجا بشی بشینی من ولایت فقیه، انقلاب، تمدن اسلامی، جو که نمیشه باید اون ببندی اون نفوذ رو. طبیعت بهای مصبوع به سمت شیاطینه. بستی اون راه رو، میتونی با یه تعلیم و تربیت، برنامه تعلیم و تربیت یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، خیلی از اینا درست میشن. حالا این انواعی داره درست شدن، جلوتر میگه. ولی اگر شیاطین دستش باز باشه در تسلط بر مردم، نرم افزاری یا ظاهری یا باطنی، اونا متاسفانه بیشتر اون سمت. خب حالا منافاتی با اختیار اینا نداره، همون خدا این اختیار رو داده. انا هدینا سبیل ما شاکرن و ما کفور. همین رو خدا ما داده یا نه؟ یعنی خارج از ربوبیت و اراده خدا نیست که خدا از ما اینجوری آفریده. خدا منو رو برای ما باز گذاشته. بعدش چی میگم؟ قرآن میفهمد کلا نمد ها اولائه و ها اولا من عطا ربک. یعنی اینه، خدا این مرامی داره، این مرام خدا رو باید بدونی. خدا میگه من تو اینجوری آفریدم، از جماد برو تا ملکوت. چی میخوای؟ من خدا تو رو به اون هدف میرسونم. کلا نمد ها اولائه و ها اولا. یعنی تا میگه من گاو دوست دارم بشم، میگاوت میکنم. بله دوست داره. لقد کرمنا بنی آدم، اینه اصلا. میگه کرامت چیه؟ میگه لقد کرمنا بنی آدم، یعنی من برای تو منو گذاشتم، برای شخصیت قائل شدم. خدا میگه این بهشت سعادت نهایی از توی خر و گاو و گوسفندم هست. فالهمها فجورها و تقواها. بگو چی میخواد؟ من گاو. این گاو بده ها، دردسر داره، هم دنیا آخرتت، انبیا میگن. نه گاو میخوام، من باید میخوام گاو بشم. کلا نمت حالا و حال خدا من گاوت میکنم، دستان دستتو میگیرم گاو میشی. بله خر، خوک، چی میخوای؟ شیطان. بله شیطان استعدادشو داری؟ بسم الله خودت اینه، تحت همش تحت رویت خداست. مرام خدا قشنگه، خدا با ازم با سیستم تربیتی ما فرق داره. منو باز آقا آیاتی که داریم خطاب به حضرت رسول میگه خودت اینقدر نکش به خاطرشون، اینقدر ناراحت نشو بابا، من میخواستم زوری همه مؤمن میشدن. من منو رو حضرت واقعا ناراحت بود براشون، دوستاش همه رو هدایت کنه، حتی ابو جهلو، اون رحمتا للعالمینه دیگه. اینه طرف باشه من اینجوری میخوام، من میخوام مثل سبک زندگی گاو. حالا ما صحبت میکنیم، ابزار استفاده میکنیم، ولی اون خواسته اوه. بعد خدا خواست و نمدو، اونی که بخوای دستتو میگیره میبره، هر چی که بخوای. یهدی من یشا و یذل من یشا. بله خدا ما رو گاو میکنه، همونجوری که خدا ما رو ملکوتی میکنه. تو چی میخوای؟ اراده کن. این خیلی نکته مهمی است. هر چی بخواید همون میشید. اصلا میشه ربطی به امکانات مادی نداره. همینجا خب اینا دیگه سبک زندگی الهی و ایمانی دیگه. نه نه اون که خب اجتماع نقیزه نه برادر. فرمی که آقا اجتماع نقیزه محاله. نه الان هدف تعلیم تربیت رو گفتیم، فقط هدف مشخص شد. آقا هدف تعلیم و تربیت این سبک زندگیه. الان روشن شد سوال اول. اصول تعلیم و تربیت بحث بعدیمونه. ما الان به این تونستیم جواب بدیم. تعلیم و تربیت اینه، ما سه تا سبک زندگی داریم که اینا ما رو بدبخت میکنه. تعلیم و تربیت الهی یعنی که دست مردم رو بگیری، از حیوانیت و شیطانیت عبور بدی، به سبک زندگی الهی برسونی. بله برای همین کارمون سخته. اختیار او باید با اختیار بیاد، زوری نمیشه. اون میتونه خودش بگه من گاو میخوام باشم. بله بله من مسئله بهش میگم. آره فقط اونی که دست تو دستت گذاشت میتونی ببری، یعنی قبول میکنه میخوام برسم سبک زندگی الهی، میبریم بشه. اما نخواد، واقعا اگر صرف نخواد کاری نمیتونی براش بکنی دیگه، از پیغمبر بالاتر که نیستیم. فلذا هدف تعلیم و تربیت و نکته آخر اینه، باید از این سه مسیر و سبک زندگی عبور کنی. داجیش میگم دور نمیتونی بزنی. سبک زندگی حیوانی رو ما داریم، گفتیم دیگه، اینا مراحل مگه ننوشتم براتون؟ اینا رو نمیتونی دور بزنی. من غرایز حیوانی دارم،
من وقتی صاحب تفکر میشم شیطنت در من فعال میشه، از تفکرم در جهت دنیا استفاده کنم. نمیشه دورشون زد، باید از همه اینا بگذری. مثل گذشتن از آتشه، میگم از دل آتش باید بیای بیرون. البته راه هست، دستتو بذار تو دست اولیای خدا با تفکر، تهذیب نفس، همین فرمولایی که گفتن. اما سخته ها. حضرت تو نهج البلاغه داره، بعد از اینکه خلیفه شد حضرت فرمود من راه بهشت رو بلدم، میبرمتون، ولی مرارت داره و مشقت داره، تلخی ها و سختی ها داره. فکر نکنید همینجوری گل و بلبل 22 بهمن 57 انقلاب کردی فرداش بعد میشه بعد گلستان بشه. نه خیر، سختی ها داره، درگیری ها داره، تحریم ها داره، اما بیستید من تضمین میکنم به بهشت برسید. یعنی سوخت و سوز نداره، دیر و زود داره، ولی باید بیستید، سختی ها رو باید تحمل کنید. ها تحمل نکردم، کم آوردم، پاشید نظام علوی. این سختیش. یعنی طرف اولش صادقانه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. حالا استقامت لنگید. آقا ولش کن دیگه، آمریکا بس، بذار کوتاه بیاییم، سخت شده، دلار اینقدر شده، فلان، همین نمیخواستم بودن، همین فشار ببندیم با آمریکا دیگه، کم آوردیم. آقا ما کم، اگر برسه مردم میگه انقلاب سقوط میکنه. ما که از انقلاب علوی و نبوی که دیگه بالاتر نیستیم که. بیستن مردم انتصر الله ینصرکم، وعده قطعیه. ولی بله، سختی داره، مشقت داره. این هدف تعلیم و تربیته، و چون با اختیار اونهاست مخاطبین، برای ما سخت کار. سبک زندگی حیوانی نقد به قول معروف شهوت، فقط کافی تزیین کنه. قرآن میگه شیطان گناه رو تزیین میکنه، الان هم که دیگه فضای مجازی تزیین کن، شبهه انداختن خیلی راحته، جوابش سخته. شما در عرض 5 دقیقه میتونی 10 تا شبهه سنگین اعتقادی و معرفتی بندازی، جوابش چی؟ میگه بعد یه دوره تربلت بیای 40 روز مواله بکن بابا، 40 روز حال زده، ولی 5 دقیقه میتونی 10 تا شبهه بندازی. سخته کار ما واقعا، هم انبیا برای همین همه سختی کشیدن. ولی اینه مسیر، آقا مسیر همین، باید این مسیر رو رفت. کسی که تو این مسیر بحث اختلالی دو تا مختلف باشه، بله، بحث حیوانی و چیز مختلط، این همین دیگه، وقت وارد نه. من چطور میتونم تو بحث تعلیم تربیت برای طرف مقابل؟ دقیقاً فلاز اول شما باید رشد بکنی. اما این اول به این معنا نیست که بنده برم در کوی در غاری رشد کنم بعد بیام به مردم هدایت کنم، نه. ولی تو همیشه باید چند قدم از متربی جلوتر باشی. یعنی اینجوری سادهش، بنده الان روحانی میخوام تعلیم تربیت بکنم، خودم باید تعلیم تربیت بشم؟ بنده که نبی الله اعظم نیستم. پس اول خودم، اصلا شما تهش قراره مردم به واسطه من برم بهش، من برم جهنم، این مغز خر خوردم چه دردم میخوره؟ در روایت داریم بقیه مال شأن نزولش، ما بقیه علماست که به خاطر اونا بعضی مردم میرن بهش، خودش میره جهنم. خب از این خسارت بالاتر. پس اول خودم، بعد حالا چجوری متربی؟ تو چند هر چقدر رفتی جلو، چند قدم قبلی تو میتونی دستگیری کنی یا نه؟ بله، من 2 قدم جلوترم، 3 قدم جلوترم، این قاعدش. بعد هر چیز من جلوتر میرم، حالا دیگه اصول و دیگه بحثای بعدی و فعلا هدف ادامه داره بحث داره، همین 2-3 ساعته همه چیز ایش دشتر بیره. خب بله، ساعت 1 دقیقا سر وقتمونه، پایان کلاس انشاءالله بعد از ظهر اصول تعلیم و تربیت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.